بگو بگو. من میخواستم بگم حالا شما خودت خیلی خوب فهمیدی، ولی فکر کنم خودشون آقای قائم نفهمید دقیقا اون معنی کافر رو برخلاف حرف خودش گفت. دقیقا آخرش برخلاف 2 ساعت داشت به ما میگفت کافر یعنی کسیه که تای دلش میدونه که مثلا اسلام درسته ولی در ظاهر داره رد میکنه، حقیقت رو میپوشونه. ولی بعد که من و شما صحبت کردیم گفت نه، ببینید تو قرآن اومده که اگر کسی که ادعای کفر میکنه بگیرنش، بعد ببینن نه تای دلش ایمان داره، بگه ما دروغ گفتیم ایمان داریم، اونو آزادش میکنیم. این دقیقا تناقض بزرگ حرف خودش بود. من خیلی امروز صحبت کردم، هم از شما هم از دوستان پایین عذرخواهی میکنم، ازت سپاسگزارم، امیدوارم پاینده بمونیم. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که صدای تو رو به همه فارسی زبونا برسونیم آرمین، تا جایی که میتونیم. ممنون. البته ما درس پسیدیم خدمت آقا مجیدا، میگن دیشب کولاک کردن تو کلاب هاست، استفاده کردیم ازش. الهیال جان من یه سوال، شما که خودت تو اون اتاق بودی، من فکر کنم این همون احمد جان بود که سوال میکرد که نمیتونم بیام. فکر کنم خودش بود. آره بود. اطلاعاتو بدی به بابک بدیم من... که اصلا بیاد اینجا برنامه و گفت فکر کنم خودش. منم نگفتم که چون دیدم اسم دیگه گذاشته تایید نکردم. آره میخوام آرمین بدونه الان داستان چی شد که گفت نمایندتون کی میخواد بشینی با من. من برهان فلان دارم، برهان بسار دارم، من نماینده 100,000 تا شیعه هم که دارم میام. من میخواستم الان ازش بپرسم، ببین وقتی شما میای اینجا اینو مطرح نمی کنی، بعد میشینی اینجا تک نفره برای ما یه اسلامی ارائه میدی که به درد هیچکی نمیخوره این اسلام تو، چون کارایی نداره. مثل داستانم با همون مسعود رجعی بود که میگفت رفته صلح کرده بود با صدام حسین. من میگفتم آخه چه به درد ما چی میخوره آخه اون رفته صلح کرده وقتی کارایی نداره، چیز عملی نداره. حالا اینجام این که من تک نفره که نمیتونم با شما. اگه راست میگین این تعبیرتون از قرآن، 4 تا از علمای که مثلا اسم و رسمی دارن معتبرن، مثلا آیت الله سیستانی، مثلا 4 تا آیت الله رو جمع کنین، آیت الله عظما رو جمع کنین دور هم بگین آقا ایناش اشتباه، اینا نباید دیگه باشه، اینجوری قرآن رو میتونین شما، ولی نمیتونین تک نفره. اون وقت ما داعش داریم، طالبان داریم، جمهوری اسلامی داره، هر کی میاد تعبیر خودشو میکنه، اینا آدم نمیکشن. تا کجا به من میگی الان اون اسلام درسته یا تو اسلام تو درسته؟ من کجا باید اینو بفهمم؟ وقتی داره میگه من کافرم، من دارم حرف، مگه نمیگی کافر کسیه که با خدا ستیز کنه لفظی؟ ما داریم این کارو میکنیم، من حالا نمیکنم ولی آرمین داره میکنه، ستیز کامل داره میکنه، یعنی قرآن رو میاد آره میکنه. بعد این حرامه بابا، نشستن حرامه. چرا حرامه؟ چون از این میترسیدن، استدلال اینا رو از اون اول هم میدونستن، استدلال های ما قوی تر از اون هست، واسه همین میگفت هم نشینی نکنیم با اینا. بعد آخه دیشب شما اول شما رو چیز کرد، اومد اینجوری که آرمین گفتش که آره شما که مجید آقا از آرمین نوابی اینقدر حمایت میکنی اینا، من کجا میتونم با اینا ها مناظره کنم فلان کنم اینا، ما اینا اصلا به ما وقت نمیدن و اینا. بعد منو مجید آقا گفت اتفاقا وقت میده. آره گفت ما رو نمیذارن. گفتیم نه آقا شما فردا بیاید براشون، من و مجید آقا فرستادیم گفتیم شما تشریف بیارین، اتفاقا به شماها بیشتر هم وقت میدن. حالا میگم منم صداش خیلی شبیه بود، چون اسمش رو چیز دیگه کرده بود، من ادعا نمیکنم که اونه، ولی اون احمد بود، این حالا اسمش قائم بود، ولی صداش خیلی شبیه بود. شما رو هم نبردم ولی میگم آره اون که فدات بشم، اون که فدات بشم. آره مرسی. آره بابا قربان. حالا اینجا همه چی پرسیدیم، بذار اون قضیه دیشب من بپرسیم از آرمین دیگه. آرمین جان اگه از نظرتون یک نفر، یک که استانی خودشون و تمام مردم کشور رأی گیری کنن تو دموکراسی که از یک کشور جدا بشه، این منطقیه یا نه؟ منطقی منظورت از منطقی چیه؟ یعنی باید جدا شه یا نشه؟ منظورت اینه؟ یعنی درسته جدا شدنش یا نه؟ کار درستی من... از نظر دیانه؟ من فکر میکنم که ایران باید یک دست بمونه، ولی نه به زور، با قانع کردن کسایی که میخوان جدا شن. نیازم شه؟ یعنی ما باید، یعنی البته من که فکر نمی‌کنم براندازی شانسش کمه، خب، ولی اگه براندازی بشه ما یه حکومت سکولار دموکرات بیاریم، خب یعنی چنین که تو ابد اینا میمونن. من میگم که اگه میخواین ایران یک دست بمونه، شما باید یه حکومتی بیارین که انقدر به اینا
حقشون رو رعایت بکنه و بهشون یک کشوری رو، یعنی اصلا غیر منطقی باشه برای کرد و آذری یا اونا که اصلا میخوان جدا شن. خب یعنی باید قانعش، یعنی باید یک سیستمی بیارین که اینا انتخاب خودشون انتخاب کنن که بمونن. یعنی روشه ببین، مثلا شما میگین اگه طلاق بده، خب طلاق بده، روش جلوگیری از طلاق نمیتونه این باشه که خب طلاق رو غیر قانونی کنید یا به زور یه نفر رو به خودتون نگه دارید. اگه طلاق بده، روش جلوگیری از طلاق اینه که یک شرایطی به وجود بیارین که طرف مقابل بخواد بمونه. من فکر کنم منم همین رو گفتم مجید آقا بودن. من گفتم الان خوزستان به نظرم حتی اگه مردم رأی بدن که باید جدا بشه، نباید بشه. به چه دلیل؟ به خاطر که اونا حقشون و مشکلشون با ایران نیست، مشکلشون با جمهوری اسلامیه. من حرفم این بود دیشب، میگفتم الان چون که اونا مشکلشون جمهوری اسلامی، حقشون رو نمیده، اونا با نقشه ایران ما نمیتونیم از طرف این هم آدم صحبت بکنیم. خب من به نظرم اگه ببین این اتفاقا قرار نیست بیافته، خب حالا میاریم تصور میکنیم، هایپوتتیکال صحبت میکنیم، خب من فکر میکنم که مثلا یه حکومت سکولار دموکرات اگه اومد، خب به اینا یه حق رفراندوم بده، ولی با یه قراردادی که مثلا به این حکومت جدید 20 سال وقت بده. خب بیاد بگه که ما به عنوان حکومت مرکزی جدید، خب به شما یک رفراندوم قول میدیم 20 سال دیگه، و شما به ما 20 تنها چیزی که از شما میخوایم به جای در برابر این قول اینه که شما 20 سال فعالیتی برای تجدید طلبی اونا نکنید، 20 سال به ما مهلت بدین که یک شرایطی. یه چیز بگم. بگو. جنگ میشه، آدم میمیره سر این. من ترکم، من اردبیلی. برای همین من میگم من علیه تجدید طلبیم به خاطر جنگ. ما هم علیه شیم. یه چیزی بگم. ببین الان تبریزی ها تجدید طلبن. تبریزی تجدید طلبن، خب پان ترکیستم به دلایل، یه ذره هم تو ارومیه هست. حالا اینا بخوان جدا بشن، ما جلو اینا وایسیم. نه همشون، بعضیاشون. تبریز خیلی زیاده، اکثریت تبریز. تنها راه جلوگیری، ببین در نهایت جنگ میشه. خب تنها راه جلوگیری از جنگ اینه که نشون بدی به اون مردم خودشون با یه رفراندوم که اکثریتتون میخوان بمونن. یه چیزی تنها راه جلوگیری از جنگ. همیشه ما تو دنیای فانتزی زندگی، بعضی موقعا باید اسلحه نشون بدی. خب من باید اسلحه نشون بدی، یعنی چاره نداری. متاسفانه دنیایی که زندگی میکنیم اینه. باید اسلحه نشون بدی بر اساس قراردادی که مردم قبول کردن. شما اگه اسلحه و توپ و تفنگ و اسلحه میخوای نشون بدی، توپ و تفنگ و اسلحه رو به کسی نشون میدی که یه قرارداد، سوشال کانترکت رو قبول کرده، یه قرارداد اجتماعی رو قبول کرده. اونجوری نیست، خودت هم میدونی نیست، واقعا نیست. بعضی نمیفهمن. بعضی باید نشون بده. عادلانه منابع کشور بین همه عادلانه. شما این کارو بکن، وقتی ما نمی کنیم، خب ما به اون الان فرصت اینو داریم میدیم که خب با ما غر کنه. بگی آقا به من چه دارم همینو میگم. من میدونم تو هم همینو. من دارم الان به سینا میگم. میگم اگه عادلانه باشه ما به کردستان همون قدی برسیم، به سیستان، به تهران. آقا توزیع منابع رو درست بکنیم. اینا از ترس این که اینا یه موقع جدایی خواها نیام بگیرن، نمیرسن به اونا رو در فقر نگردشتن. درست کاری که برعکس داره انجام میشه. شما اگه حقوق دقیقاً، شما اگه یک شرایطی درست بکنین که حقوق کردا، آذری یا عربا، سیستان بلوچستانیا رو رعایت بکنید، اینا خودشون انتخاب میکنن، یعنی دلیلی نداره. یعنی وقتی که میان سود و هزینه رو مقایسه میکنن، اکثریت میان انتخاب میکنن برای چی برن وقتی حقوقشون رو رعایت میشه. دلیل نداره که برن. من میگم که ایران، ببین ایران اگه تجزیه بشه جنگ داخلی میشه برای دهه ها سال. خب من قبول دارم که تجزیه نباید بشه، ولی این نحوه جلوگیری از تجزیه نباید به زور بشه. نحوه جلوگیری از تجزیه یه حکومت سکولار دموکرات مرکزی باید باشه که تجزیه رو به شدت غیر منطقی بکنه،
که هر کسی انتخابی بیاد رای بده که من میخوام بمونم. دقیقا همون چیزی که مجید آقا گفتن، توضیح عادلانه منابع و دموکراسی. آفرین مجید آقا، درود بشه. در حال حاضر، در حال حاضر همه مردم ایران دارن از بودن این رژیم ضرر میکنن. خب در این شرایط اگر من بیام الان دایه اینو بخونم که من این تیکه رو میخوام برای خودم، اون وقت اینجا میشه خیانت. و ما همه باید با همدیگه اول اینو برداریم، حکومت به قول تو دموکرات بیاد سر کار، تمام این حقوق داده بشه. چرا باسکو قبول نکردن؟ بابا صحبتای دیروز شد، من انقدر بدم یه تکراری وقتی صحبت میکنم، ولی یه چیزی نشنیدن. چرا باسکو قبول نکردن؟ چون توزیع منابع درست بود. اینا حتی از مالاگایی ها بیشتر دارن میگیرن. برای چی میخوای سواشی؟ آره تا وقتی که وقتی جمهوری اسلامی اگه نباشه، اگه سکولار دموکرات باشه، اینا رو ما خیلی میگن که بعضی تو لایو چت دارن میگن آرمین درست، ولی تجدید طلبا براشون کافی نیست. تجدید طلبا میشن اقلیت، میشن به شدت اقلیت. وقتی که شما حقوق مردم رو رعایت بکنین، تجدید طلبا رأی توی رفراندوم رأی نمیارن. یکی هم حالا قبل از اینکه موقعی هم که جمهوری اسلامی هست، تجدید طلبی نباید بشه، به خاطر اینکه تجدید طلبی اگه جمهوری اسلامی سر کار بمونه، شما بخواید تجزیه بکنید، حکومت جمهوری اسلامی میزنه، یعنی اصلا یه خونریزی، اصلا حمام خون میشه، وحشتناک میشه. شما تا وقتی که این جمهوری اسلامی سر کار باشه، حتی اگه تجزیه هم بشین، فکر میکنید میذارتتون کنار، شما حالا شدین همسایه جمهوری اسلامی، جدا شدین، فکر میکنید میذاره دیگه آ تجزیه شده، من حالا جمهوری اسلامی دیگه ولش میکنم برم. دهه همینجوری جنگ میشه، اتفاقا وضع زندگیتون هم بدتر میشه. همینجوری باید یه همسایه حالا از جمهوری اسلامی جدا شدین، خسته نباشید، چون این همسایه جمهوری اسلامی همینجوری سرتون بمبارون میندازه تا ابد، تا وقتی که تسلیم بشه. شما فکر میکنید قدرتی بالاتر از ارتش و سپاه جمهوری اسلامی رو از کجا میخواییم به دست بیاریم؟ تنها یعنی شما، چون اگه تجزیه هم بشین همسایه جمهوری اسلامی میشین، تنها راهش اینه که با بقیه ایران متحد بشین علیه جمهوری اسلامی، که همه با هم یه سیستم بهتری بیارن. راه دیگه ای وجود نداره. البته من این راه هم بهترین راه، راه دیگه وجود داره، راه دیگه بده بهترین راه. الان اینا با تفرقه بیانداز حکومت کن دارن میرن جلو. واسه همینم هم میترسم وقتی اصفهان میاد بیرون، شهر کرد میاد حمایتش میکنه، اهواز میچسبه بهش، ترس برشون میداره. قشنگترین تظاهرات عمرمونو داریم تو اصفهان میبینیم. خیلی متمدنانه، زیبا، قشنگ شب میمونن، آتیش روشن میکنن، لباسای رنگی میپوشن، زن بچه همه یاد گرفتن اینجوری. حالا شهر کرد هم میاد میچسبه بهش. من فکر میکنم من حدس اگه بخوام بزنم، همین امروز هم اگه رفراندوم بشه، اکثرا میخوان که یعنی همه ایران درست بشه، تجزیه نمیخواد. خب دیگه فکر اگه تو این شرایط اکثریت تجزیه طلب نباشن، نمیگم تجزیه طلب نیستن و خیلی زیاد هستن، ولی اکثریت نیستن، خب دیگه تقریبا به نظر من که میتونه محاسبات هم اشتباه بشه، دیگه به نظر من اگه یه حکومت سکولار دموکرات بیاد، امکان این که کردها و آذری ها اینا تجزیه طلب باشن به خیلی کم میشه، خیلی کم میشه، صفر میل میکنه. دقیقا به سمت صفر میرسه. ولی رفراندوم هم داشته باشین، رفراندوم رو داشته باشین که بهتون یه قرارداد نگو سینا جون، اینو نگو آذری ها رو اینجوری خطاب بر اساس چه آماری میگی سینا؟ خیلی ایرانی تر و خیلی بیشتر اتفاق میفته. خب میگم تجزیه طلب نیستن دیگه. آها نیستن. آره درست. میدونی آرمین، من بگو سینا، تو کردستانم، من ارومیه اون دوره برم، این بیچاره فقط یه نونی داشته باشن بخورن، یه دونم تو مدارسشون کردی یاد بدن، به غیر این فکر نکنم چیز دیگه بخوان. مشکل اینه، این حداقل دارم، این بدبختا نداره. کردی یاد بدن یا آپشن زبان دوم منظورت سینا جون، یا زبان اول؟ نه ببین، نمیگن که فارسی یاد ندن. خب من خیلی رفت آمد دارم اون مناطق، مهاباد، کردستان، سنندج، میگن که خب مثلا توی شیمی رو فارسی رو علم مثلا ریاضی رو به چه زبانی درس میدن؟ تو میگی چی میخواد؟ نه ببین، این سیستم باشه، خب بغلش به اینا هم کردی هم یاد بدن. خب مثلا تلویزیون کردی هم باشه، رادیو کردی هم باشه،
متوجه ولی چجوری. ریاضی و علوم و بقیه چیزها رو، شیمی و زیست و اینا رو به زبان، همه به زبان فارسی، درسته؟ اتفاقا من کرد دیدم میگه فارسی هم نباشه، انگلیسی درس بدم بینم مللی تر باشه. نه 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 نه، باید فارسی باشه. دیدم من خودم مخالفم، دیدم اینو. بین ترکا فقط تو تبریز خیلی زیاده، تبریزی اکثرشون اینجوری هن. تو اورومیه بچه ها خیلی دارن. طول کشید، من فکر کنم بریم خداحافظی میکنم، خیلی ازتون ممنون. من باید بریم 5 ساعت شد وارد. یه چیز دیگه بگم من، نه شیطان حافظ کوچیک فقط بگم. ببین یه ذره با اون حرف قاسم در مورد آقا میر و نمیدونم اینا، به نظرم کمک، یعنی با اینا بهتر میتونی شما الان بشینی حرف بزنی باش. تا با مثلا آدمایی که فحاشن و لاتبازی در میارن و الان باش. گلایول دیده مجید باید بریم. خدا بریم. بریم. شیطان بریم. ابلیس حافظ همه شما فعلا تا روز دیگه.